بگم خانم هر کاری میخواییم بکنیم الان وقتشو چه حرفایی میزنی؟ من که از شما دلخور نمیشم که حالا من یه چیزی گفتم تو از سوالی هم آره باشم خدا سلام من یک تصمیمی گرفتم که میدونم آینده ما رو تغییر تا بهت خبر ندادم آزادش نکن خب؟ حمیدی؟ حواست کجاست؟ حمید آقا یکی رو دید داره باز کنه حمید آقا چطور؟ میگه تو لیست افتادید نفر اول دیگه تماس گرفته گفته نمیتونم بیام خلاصه که خدا دخترتون خیلی دوست داره بدبخ شدی چی شد؟ بیچاره شدی یعنی چی بیچاره شدی؟ بگو ببینم آروم بگی خود ناراحت شد هی شروع کرد به مشت لگت زدن به در تو مطمئنی مرده بود؟ آره خیلی تکونش دارم اما جواب نمیداد هر روز تو موتورخونه هست ما کشتیم یه آدم بیگناه خانم ما کشتیم حال که خیلی بد اصلا به هم خاطر حال بدش بود که ملو دیگه تا گرفت خدا بیامرسون نوبت دکترش بود یعنی علکی یا رو به کشتن دادیم؟ من کشتم خودتو قاطی نکن سلام علیکم تسلیه گرد ایشالله که غم آخرتون باشه بفرم اگر چای بیارم خدمت چه کار میشه با دست تقدیر دیگه خدا خواست عجب روزگاری خوب نور به قبلش دوار خدا رحمتش کنه خدا شاهده توی این مدت که اینجا بود از گل نازکتر به کسی هیچی نبود تو این مدت اصلا نگفت یه زنگ بزن و بچه هم بزنید والا از شماها که به ما چیزی نگفته بود منم که آدرسی از شماها نداشتم انگار یه چیزی را از ما پنهون میکرد طوری بود خیلی هم با من جفت و جور نبود بیشتر با همین عزاقا و خانم همایونی با اینا بیشتر دمخور بود کیا؟ حالش خیلی خوب نبود چند مرتبه حالش بد شد خدا شاهد همین عزاقا عین یک کاکو منداختش رو کولش تا خود بیمارستان میدوید درباره کی دارین حرف میزنی؟ هم مسافر اتاق ده دیگه سرکار خانم همایونی این زن بچه مرحوم آق صابر اومدن میخواستن شما رو ببینن ما یه هفته 10 روز که بیشتر اینجا نبودیم 2 روز اول که اصلا ایشونو نمیشناختیم یه روز من که تو اتاقم بودم لیا دخترم دوید اومد گفت مامان این آقا مرد ببخشید البته من اینجوری میگم ما هم دویدیم رفتیم دیدیم ایشون وسط اتاق افتادن با دهن باز اول فکر کردیم تموم کردن بعد دیدیم کسی رو ندارن کمکشون کردیم بردیمشون بیمارستان بمیرم الهی من کدوم قبرستونی بودم که شوهرم اینجوری بی کس و کار افتاده بوده اینجا
منم تعجب کرده بودم. ازشون پرسیدم تنهایید یا کسی کاری، زن و بچه یه چیزی ندارید؟ تو این وضعیت جواب درستی ندادن. خدا به سر شاهده من رو همم خبر نداشت که اومده برای پیوند کبد. اتفاقا چند روز بعدم که متوجه شدن دختر منم تو نوبت پیوند کبده، خیلی با ایشون صمیمی شدن. صبح تا شب دیگه لعیا پیش ایشون بود، با هم دیگه حرف میزدن راجع به همه چی. دلداری میدادن لعیا رو به خاطر عملش، آزمایشاش. راجع به آقا حسام باهاشون صحبت کرده بودن، مثل اینکه پسرش رو خیلی دوست داشتن. حالا تو موتورخونه چی کار میکرده؟ ببخشید ناراحت نشید، ولی ایشون راه و بیرو وقت و بیوقت میرفتن تو موتورخونه، در رو خودشون میبستن. بعد خب ما به خاطر اون صورت نحیف و رنگ پریده که داشتن، البته به خاطر کبدشون بود، ولی ما فکر میکردیم که اعتیاد دارن. اعتیاد؟ خدا بیامرز، تو زندگیش لب سیگار هم نمیزد. باش حرف زدم، گفتم چرا نمیای خونه؟ حالم بده، سر کار باشم بهتره. سر و صدا میباد، گفتم لابا تو از علویه آنجا دارن سر و صدا را میدازن، سر کار دیگه. نمیدونستم صدای موتور خونه میده. میگن حالش بد شده، افتاده سرش خورده به لوله های موتور. صبحی که زنگ زد حالش خوب بود، حال مادرش و حسامو پرسید. یه کمی خجالتی بود، یه حرفایی میزد که هیچ وقت ازش نشنیده بودم. گفت دلم هوا تو کرده. گفتم نمیای خونه؟ از دست من دلخوری؟ گفت نه به خدا، از ته دل ازت راضیم، تو هم از من راضی باش. خدا به سر شاهد راضی بودم ازش، راضی راضی. آدم میزاد عجب موجود غریبیه، هم موقع عجلش که میرسه انگار به دلش برات میشه. اینا همش حکمت خدا هست، میخواد بندای خوبش فرصت داشته باشن ببینن چه کار کردن چه کار نکردن، مال کیو خوردن مال کیو نخوردن، وضعیت مسیحیتی دارن بکنن و راحت سرشون بذارن زن. انگار نه کسی اومده نه کسی رفته. این چه بلایی بود که سرمون اومد، خدا خودش به امون رحم کنه. آدم خیلی خوبی بودن. پوران خانم، خودم و پسرم تا عمر داریم مدیون زحمتاتی. انشالله دخترت شفا بگیره به حق علی. بررسی تیم پزشکی قانونی و تشخیص هویت انجام شده. نظر اولیه هم همون تو خدمتتون عرض کردم. حالا اگه شکایتی از کسی دارید یا مورد خاصیت، باید بیاد آگاهی. چه شکایتی؟ من از کسی شکایتی ندارم. بسیار. پس محبت کنید فرم بازجویی رو بزنید.
عزیز آقا. عزیز آقا. نوارو رو که بهت داده بود دودی به زنش؟ نه. چرا؟ نمیدونم. اصلا میدونی چیه خانم؟ من الان مغزم کار نمی کنه. نمیدونم. ببین سم. از همش یک کپی بر من بگیر. کپی؟ آره از هر کدوم بدونه. بگی برام. برای چی میخوای؟ میدونی میخوام ببینم این آدمی که میخوام ببینم چه جور آدمیه. من آی مامو مواظب باش. عزیز آقا داره میره مهمون خونه؟ نه. میشه بهش بگی به آقا صابر بگه من به هوش اومدم حالا هم خوبه؟ باشه عزیزم. میتونه بیاد ملاقاتم؟ میگم بهش. چطوری؟ درد داری؟ درد ندارم ولی یه جوری هم یه چند روز تمام کن. تو خوبی؟ تو خوب باشی من خوبم. باشی رازیا میگیم آدمی زاد آز یادن یعنی میگم هستی یه دم ببخشی خوشتون به منه تشکر میگم خانم. سلام علیکم. از دیروز تا حالا یه جا غم برک زده اصلا جون نمیخوره. منم ندیدمش اصلا گریه کنه. خانم رنجور خدا شاهدی خیلی خطرناکه ها بیزنش هرکی هست بزی بیرون مگر آقای امیر اجزور برم ببخشی شما نراحت نشید. من الان میرم میارمش. عاقبتتون بخیر باشه. بفرمایید اسمش چی بود؟ حسام. حسام. میگم اگه اشکال نداره ما وقتی خواستیم بریم با شما حساب کتاب کنیم. اختیار دارید. آقا صابر حسابش صاف حساب. خدا بیامرزه. به سید علادین حسین همیشه جلو جلو میومد حسابش صاف میکرد و میرم. شما هم تا هر وقت که خواستی اینجا باشی قدمتون رو تخم چشم من نخواستینم. یدا منظر خانم بچه ها در خدمتتون هست. خدا سایتون رو کم نکنه از سرشون. خدا از خواهری کمتون نکنه. بخشید. باشو باشو اونم ناراحتی حواشو داشته باش. بیا بفرمید. ببخشید من کیفم رو پردم. بله بله بفرمید. اس بابا چی؟ من بعدم میارم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. بفرمایید. خدا عمرت بده. شما بفرمایید. بابا منتون برید. امین خان. این سویش رو بگیر. در ماشین رو باز کن. برن تو ماشین بشینم. بفرمایید. بفرمایید. شرمنده شما هم از کار زندگی دفتادی. خواهش شما این حرفا چیه؟ خدا از بزرگی کمتون نکنه. ما که تو این شهر کسی رو نداریم. این شهر تو شادیاتون جبران کنه.
خدا بهتون صبر بده. آقا ببخشید، برای بخش اداریش باید ببین کجاست؟ در بود دوبینه، بسید برد. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. عزیزم، من 38 تا نوار دارم. بخواستم اینا رو تکریرش کنید برام. همه شو میخواستید؟ همه رو بر، همه رو. خب این خیلی زیاده، وقت میبره. اشکال نداره، شما تکثیرش کنید. خب شما آخر شب یا آخر وقت تشریف بیارید. چه ساعتی؟ ساعت 9:30. 9:30 میاد. من داخل نشون هست. دست شما نرد. قربون شما. یا. راستی حال دختر خانمتون چطوره؟ لیا؟ بله، لیا. شکر خدا خوبه. امروز صبح کاملا گوشیشو به دست آورده. دکترام ازش راضی هست. خدا رو شکر. پس برام خانم خیلی باید خوشحال باشه. بله، بله دیگه. خیلی دلم میخواد ببینمش. میگفتیم دور از حالا با صابر خیلی درد دل میکرد. ما هم حرفاشونو میزدن. کی مرخص میشه؟ من مرخصیشو نمیدونم. ولی شما الان میتونید برید ببینیدش. مزاحمش نباشید. نه، اون هم شما رو دوست داره حتما. فقط سوالم اینه که شما مرحوم کی تحویل میگیرید؟ گفتن فردا صبح. اگر فردا باشه الان شما میتونید اگه کار ندارید برید ببینید. حسام شما تشریف ببرید. میدم برای سه باید من انجام. خب آره نهی کن بابا بخواستم قوی بشی. الان نمی خواهد خرف کنم از بعد من تو یه قاشق کن. سلام. خوبی تو؟ سلام. بهتری الحمدلله مادر. شوهر من با شما درد دل میکرد. خانم آقا صابر هستن. سلام. بی خبر تشریف آوردین؟ عزیز آقا زحمت کشیدن ما رو رسوندن. نه یا هنوز حالش جا نیومده. آقا عصام ببخشید پدرم قبل مرگ چی گفت؟ بهش نگفته بودی؟ تو آخه نه وقت نشد نه نتونست. چی شد؟ پرستا
میترسم چه میدونی بابا؟ دنیا پر از آدم های خوبه، اگه نتونستی یه نشونه پیدا کنی سعی کن خودت توی دنیا که خوبا بشی. من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، میدونم باشم اشتباه من باید شد که تو مادر سخت زندگی کنی. من هم سخت زندگی کردم، هم به من خوش نگذشت. من همیشه بهترین ها برای شما میخواستم. خانوم من آقا صابر پریشب من رو خواست، رفتم پیشش دیدم یه چیزایی داره، اینا رو به طور امانت سپرد به من، گفت اینا پیشت باشه هر وقت اتفاق برای من افتاد من بیارم تهران بدم دست شما. امانت چی بود؟ یه چند تا نواره بدم امین آقا براتون بیاره. خیلی خوب. بابا بزن بغل، بزن بغل، میخوام پیاده شم. میگم از اینجا جمع کنیم بریم خونمون تهران. میمیری، به تهران نمیرسی، به درک مامان بذار بمیرم، به خدا خزه چرا بازم دلم میخواد تو رو. میتونی توی جمله هم واضح ببینی حسم و این که چقدر با ارزشی معلومه توی هر نگام. باعث شدی با بودنت جز عشق تو چیزی نخواب. حس تو راسته من فقط درگیره با تو بودنم، همیشه توی فکرمی، تو فکر تو تنها منم. حس تو راسته من فقط درگیره با تو بودنم، همیشه توی فکرمی، تو فکر تو تنها منم. بمون و بعد از این از یاد نبر این خواهش رو، با هر نگاهت قلب من پر میشه از آرامش رو، با من بمون و بعد از این
زجی که شما میکشید کمتر از دردی نیست که عریض میکشه. ما هر کاری از همون بر بیاد حاضریم انجام بده، یعنی خود من هر کمکی از همون بر بیاد حاضرم انجام بده. همه از این دلداری ها به آدم میدن، اما کسی کاری برای آدم نمیدن. شما چرا به دنیا بدبینی؟ اصلا اینطوری نیست خانم. به خدا قسم میخورم که من اصلا دلم نمیخواد کوچکترین مشکلی برای شما به وجود بیاد، اونم برای دریا. این همه بدی چرا بازم دلم میخواد تو را؟ میتونی توی جمله هم واضح ببینی حس ما؟ با این همه دیوونگیت هستی تو قلب خودم، با من چی کار کردی که من اینجوری عاشقت شدم؟ بیا و تکش کن به من اون وقت، بین چه حالیم. ببخشید خانمه، من خواستم یه چیزی به شما بگم. بیا و تکش کن به من اون وقت، بین چه حالیم. فقط تو باشی کافیه، از آدم ها فراریم. میخوام برگردم تهران، بیام پیش آقا صابر، ببینم سعید و سالم هم برگشتن پیش شما، همه دوره هم شادیم. من کمی دیدنشونم حالمو خوب میکنم. واسه شدیم هوای خونه رو کرده بود به ما نمیدن این حرف رو زنی. فرزن به همسرم توصیه میکنم که در قبرستان بمیرم. سلام علیکم. سلام. سلام. دو وسایل من آقاتون. از آقا داد که برم خدمتشون. تعبیر. دست شما درد نکنه. فرمون دیگه هم داشته باشید من دو سر میزنم. خیلی ممنون. خدا حافظ. باشه مادر. باشه اینا رو جمع کن. این چند ماه اولم خیلی حساسه، باید خیلی مراقبش باشی. چشم، زحمت کشیدی. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. به سلامه. نگهدار. متشکرم. خانم، این شک پیش تو باشه.
ما هم پشت سرتون را میابیم. خدا 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 ماما جانم یعنی همه چی تموم شد؟ خیالت راحت بشه دیگه چشاتو ببند چه قبلش یه بوستت کنم تلان خانه خیلی دوست دارم منم همینطور سلام سلام به شما عزیزانی که نشستید به دیدن سریال شرم توی این موقعیت بعد کرونا و هزار جور مسئله‌ای که وجود داره برامون امیدوارم حال شما خوب باشه خوب سلامت ولی متاسفانه خیلی چیزها رو نمیشه جلوش گرفت صبح که چشته باز میکنی به فکر این هستی که امروز بخوام به کی تسلیت بگم مدام داریم تسلیت بگیم تسلیت داره معنیش از دست میده و ما متاسفانه دوچار این تسلیت گفتنها شدیم یکی از دوستان یکی از هنرمندانی که به هر حال توی سریال شهر بازی میکرد هنرمند خوب ما آقای سیروس گرجستانی رفت بدون خداحافظی رفت و ما رو متاسف کرد و دوستان مانده بودن که گرجستانی رفت اما با خودش دیگری رم داشت می برد دیگری کی بود؟ نقشی بود به اسم عزیز آقا ایداد عزیز آقا مونده بدون سیروس دوستان آمدن به من گفتن که بیا این عزیز آقا رو زنده کن یک بار دیگه عزیز آقا بلندش سر پا بشه من دلم نمی مد اما به هر حال مجبور شدم بیام و عزیز آقا رو به یاد هنرمندمون زنده کنم امیدوارم من رو بپذیرید جای عزیز آقا متشکرم چیه؟ باشو ببینم. من کلی رو کمک تو حساب کرده بودم. بعد تو اینجا رو ریختی اینجا تازه همه چی کثیف شده. باشو برو بالا. بابا داره اون بالا کار میکنه. خب کار کن چه ربطی داره. برو به کمکت کنم اشکاتو بنویسی. باشو. بگو چشم. بدو برو بالا. ای بابا نداره. بدو. آبجی کیه؟ هیچکی بهزاد تو برو بالا من نمیدونم اینجا چی کار میکنم بله چی کار داری؟
باشه بیتو. سلام. سلام. بیا اینو براش گرفتم، این خوشش میاد. این چیه؟ کیک دیگه. دست درد نکنه بابا، سفارش داده. سفارش داده بود به من که بیارم. یه تعداد شمع هم گرفتم. ببین این 50 یه عدد گرفتم. یه دونه مثلا علامت سوال گرفتم. خب خانومه دیگه، شاید خوشش نیاد کسی سنشو بدونه. مامان اهل این حرفا نیست. آه. این رنگی ها رو هم گرفتم، فکر کنم خیلی باحال. یه دونه دیگه گرفتم، آها اوناش. چیز دیگه هم بوده سفارش نداده باشی؟ تو خاصی خانوم، 10 مدل باید برات بچینم، یه دونه شن انتخاب کنی. ممنون. الان میخوای بیای تو؟ آره دیگه، چیزی میخوای؟ خب میرم میگیرم برات. نه چیزی نمیخوام. آها زود اومدم؟ اشکال نداره، با میستم همینجا یکی دو ساعت تو برو بالا، کار تام شد من میام بالا. نه آمادم، فقط آخ یادم رفت، اینم از طرف خودم و بابامه، کنم خیلی خوشش بیاد، سورپرایزش میکنم. دست درد نکن لعیا. بله اینم بر تو. به چه مناسبت؟ مناسبت؟ هیچ مناسبتی، فکر کنم خوشت میاد گرفتم. قشنگه، میذارم روی میز. یالا اوه به به، چه کردی؟ یه مامان که بیشتر ندارم. بله باش، ما هم داشتیم. سالات کاغو هم گذاشتی؟ آره درست کردم. ای والا به به، آقا بهزاد گل. آره آقا چه؟ عافیت باشه. سلامت باشی. آقا چایی خوریم؟ بله بفرمایی. زحمت کشیدیم. اختیار داریم، ما هر کاری برای پوران خانم میکنیم وظیفه‌ست. کجاستیم بروجک؟ بالای داره درس میخونه. خب من برم پیشش. آقا ماهان. بابا هنوز مهمونا نیومدن، دارین خونک میزنی؟ خب بالاخره که من خورده بشه. یه کیک من به شما گفتم بگیرین. من کیکش بده؟ نه ولی چرا به بهزاد گفتیم؟ اگه نباید میگفتم. دلم میخواست فقط خودمون باشیم. حالا هم خودمونیم دیگه. خودمون فقط. بابا هر سال بهزاد باباش میاد، منم فکر کردم چیزی شده مگه؟ نه چه نشد. دارن میان، صدا ماشینشون میاد. بودو برو چراغ خاموش کن. ببین چراغای سالن کجا خاموش میشه لیا؟ اون یکی پشت دره. من چراغای کجا رو خاموش کنم؟ تو بیا دنبال من. میام. بیا دنبال من. بودو وسایل آماده کردی دیگه؟ آره وسایل آماده از رو میزه. چراغای راه رو بساتون، خاموش کن تو. ماهان این دو تا فشفشه رو تو بگیر. بابا این دو تا رو. نه بابا تو کیک بگیر. اون بمب دستته بهسا. ببین چراغای استخ خاموش نمیشه. بعد فیوز رو قطع کن. اومدن ها. آره. بچه ساکت. بهسا دوباره پشت بهسا دوباره. چقدر تو تاریکی. ولی بعد چراغ روشن ها. آره من برم فیوز رو چک می‌کنم. آره نگاه کن چون حیات هم نور داره. بچه ها بایا منو چه کجایی؟ فکر نمی کردم از آقا لو نده. بیاییم تو. آه بابای منو دست کم گرفتین. اتفاقا بابات اصلا قابل اعتماد نیست، همه چی به مامان میگه. باور کن نگفته بود. قابل اعتماده.
قابل اعتماده. تولد تو مبارک. خیلی ممنونم. به خدا دیگه تو این سن تولد گرفتن نداره. نفرمایید، نفرمایید. اگه این حرفا در برای همسر بنده زده بشه جلسه رو بنده بعد اعتراض ترک میکنم. مامان بیا شمع رو فوت کن. چش؟ نه نه یه لحظه صبر کنین. یه مهمون دیگه هم دارم. کی؟ دیگه نمیتونم الان بگم. الو کجایی پس تو؟ دو ساعت منتظرتم. آره اومدم بالا بهت زنگ بزنم. رسیدی؟ خب باشه عبد در باز میکنم. آره ماشین تو خیابون بعد دیگه شد. بالاخره اومدم. خوش اومدین بفرمایید. کیه؟ چه میدونم بابا؟ اینجا چه خبره؟ منم بی خبرم. بفرمایید. سلام. سلام، خوش اومدید. خوب هستید آیه جان؟ مبارک باشه عزیزم. سلام، خوبی؟ سلام، خوش اومدید. تبریک میگم. بفرمایید از این طرف. بفرمایید. سلام علیکم. خیلی خوشم اومدید. سلام علیکم. سلام، احوال شما چطوره؟ شرم به این